همزمان با انهدام مخفیگاه متعلق به گروه سنی های تندروی داعش توسط جنگنده های F-16 عراق در شرق استان صلاح الدین، گزارشی جدیدی توسط تیم تحقیقاتی سازمان ملل منتشر شده که حکایت از جنایتی هولاک به عنوان بخشی از یک نسل‌کشی هدفمند علیه شیعیان عراق دارد. مطابق با این گزارش، در اقدامی وحشیانه و ضد بشری، گروه تروریستی سنی های تندروی داعش در سال 2014 در زندان بادوش عراق هزاران تن از زندانیان عمدتاً شیعه را به شکل فجیعی به شهادت رساندند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد نتایج تحقیقات خود را درباره جنایات بین‌المللی داعش علیه زندانیان شیعه و اقلیت‌های دینی در زندان بادوش واقع در نزدیکی موصل منتشر کرد. طبق این گزارش، گروه سنی‌های تندروی داعش در 10 ژوئن 2014 حمله‌ای مرگبار به این زندان انجام داد که منجر به اعدام حدود 1000 نفر از زندانیان شد. این قربانیان اکثراً شیعه بودند، اما برخی از اقلیت‌های ایزدی و مسیحی نیز جزو اعدام شدگان بودند. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشتار با هدف نسل‌کشی علیه شیعیان عراق انجام شده است و بخشی از سیاست‌های جنایتکارانه و ضد بشری گروه سنی‌های تندروی داعش بوده است. از میان قربانیان این جنایت تا کنون بقایای بیش از 600 نفر در جریان تحقیقات و همکاری با نهادهای محلی عراق از جمله سازمان شؤون و حمایت از مقابر جمعی و سازمان پزشکی قانونی شناسایی و استخراج شدند. در این گزارش آمده است حمله به زندان بادوش و جنایات صورت گرفته در آن نمونه ای از نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری است که گروه سنی های تندروی داعش به عنوان بخشی از سیاست های نسل‌کشی خود به کار گرفته است. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد با همکاری نهادهای مختلف ویدیویی مستند نیز درباره این جنایات و حملات گروه سنی های تندروی داعش منتشر کرده است. این سومین مستندسازی جنایات گروه سنی های تندروی داعش است که با استفاده از اطلاعات دقیق جمع‌آوری شده توسط تیم تحقیقاتی به تصویر کشیده شده است. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد همچنین نسخه از این گزارش را در 10 سپتامبر 2024 به شورای عالی قضایی عراق تحویل داده است. علاوه بر این، اطلاعات اولیه و اساسی این تحقیقات پیشتر با مقامات قضایی یک کشور سالس نیز به اشتراک گذاشته شده است تا در راستای تقویت مسئولیت پذیری جهانی نسبت به جنایات بین المللی داعش اقداماتی جدی انجام گیرد. این تحقیقات افشا کننده تنها بخشی از جنایات سازمان یافته گروه سنی های تندروی داعش و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایات به ویژه شیعیان و اقلیت های مذهبی است.